موضوع امروز ویدیو در مورد شخصیه که میگفت همونطور که یک تیله رو در کف دستم میچرخونم، دنیا رو هم به همون شکل میچرخونم. با گوشی یک چشمم و با کنار ابروم همه دنیا رو طواف میکنم و برمیگردم. ایشون سرور اولیا بود که در بیابان به نبرد شیطان رفت، شخصی که فرشته ها از اون محافظت می کردن. دوست خداوند که یک کلمه از حرفاش در همه جای دنیا شنیده می شد. اولیایی که جنیان هم از او اطاعت می کردن. غوث الاعظم که به چشماش سرمه نور الهی کشیده شده بود، وارث نسب پیامبر حضرت عبدالقادر گیلانی. عبدالقادر گیلانی هم قطب القطاب و هم غوث الاعظمه. قطب به افرادی گفته میشه که در هر عصری مرکز جاذبه رحمت الهی هستن و به اون به خاطر شتافتن به یاری افرادی که نیازمند کمک بودن لقب غوث و یا غوث اعظم هم داده شده. قطب کسیه که خداوند تلسم بزرگی از جانب خودش به اون داده که به واسطه اون غیب رو آشکار میکنه. اون به خاطر اینکه شخصی معنویه، صاحب بعضی از ویژگی‌های چهار فرشته بزرگ هم هست. اون به خاطر داشتن ماده حیات شبیه حضرت اسرافیل علیه السلام، به خاطر داشتن خود واقعی شبیه حضرت جبرائیل علیه السلام، به خاطر داشتن قوه جاذبه شبیه حضرت میکائیل علیه السلام و به خاطر داشتن قوه دافعه شبیه حضرت عزرائیل علیه السلام. حضرت عبدالقادر گیلانی یکی از صاحبای مقام اسرار مدفون در قلب و یکی از قهرمانای نورانی نسب پیامبره. او یکی از نوادگان رسول خدا بود. به او القابی همچون قطب ربانی، قطب اعظم، غوث، غوث الاعظم و سلطان الاولیا دادن. عبدالقادر گیلانی درباره خودش میگه که بعضی از اولیا ممکنه که با ابهت و با عظمت و عصبانی باشن، ولی من شبیه پدر بزرگم هستم. روایت شده که اون وقتی در مدینه منوره حضور داشته، به مدت 40 روز دست به سینه در حضور و سعادت سر وایستاده. به خاطر پیروی از سنت قدم در مکانی گذاشت که رسول خدا قدم مبارکش رو در اونجا گذاشته بود. اون گفته که بجز نبوت صاحب همه کرامات هستم. داستان از اینجا شروع میشه که پدر عبدالقادر گیلانی در شب اول ماه رمضان خوابی میبینه. در خواب در برابر اون جایی ظاهر میشه که توصیف اون غیر ممکنه. در اونجا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و همه صحابه و اولیا حضور داشتن. رسول خدا میگه که ای موسی، ای فرزند من، خداوند قادر مطلق امشب به تو فرزند پسری داد. مقام آن فرزند از همه اولیا برتر است. او فرزند من است. صبح هنگام موسی از محل خواب خودش بیدار میشه و آسمان رو نورانی میبینه. قلب موسی پر از نور میشه. سید موسی چند دقیقه این نوزاد رو بو میکنه. بعد بهتون بگم که به عنوان یک کرامت، پشه هیچ وقت بر بدن مبارک رسول خدا نمی نشست و چون حضرت عبدالقادر گیلانی از نوادگان ایشون بود، بر بدن او هم پشه نمی نشست. حضرت امام ربانی درباره حضرت عبدالقادر گیلانی چنین گفته: فیوضاتی که بر اولیای بعد از اون می رسید، همگی به واسطه او می رسید. تولد حضرت عبدالقادر گیلانی در سال 470 هجری در روستای نیف یا نایف و همینطور نیق در گیلان به دنیا آمد. اسم مادرش فاطمه خاتون و اسم پدرش هم ابو سالم موسی بود. گفته میشه که مادرش از اولیا بوده و او ام الخیر یعنی صاحب خیر هم گفته میشد. اخلاق والای عبدالقادر گیلانی اون رو در دوران کودکی از همسن و سالای خودش متمایز کرده بود. عزیزان، اولیا صاحب کرامات زیادی هستن، ولی حضرت عبدالقادر گیلانی در دوران نوزادی شروع به نشون دادن کرامات خودش کرده بود.
در دوران نوزادی در ماه رمضان شیر مادر خودش رو نمیخورد. مردم روستا وقتی نمیتونستن بفهمن که عید فطر شده یا نه، به این نوزاد نورانی نگاه میکردن تا پایان زمان افطار رو بفهمن. اونا میپرسیدن که آیا عبدالقادر شیر مادرش رو میخورد یا نه. اگرم نوزاد نورانی در طول کل روز شیر نمیخورد، میفهمیدن که زمان افطار هنوز فرا نرسیده. دوران کودکی او بسیار متفاوت بود. یک روز در روز عرفه برای شخم زدن زمین به مزرعه رفته بودم. پشت یک گاو نر قرار گرفتم. از دومش گرفته بودم و درست داشتم پشت سرش حرکت می کردم که زبون باز کرد و به من گفت: ای عبدالقادر، تو برای این کار آفریده نشدی. انجام این کار به تو امر نشده. من یه لحظه ترسیدم و به خونه رفتم. به پشت بوم خونه رفتم و به نظر شما چی دیدم؟ خداوند سرزمین‌های دور رو جلوی چشمای من آورده بود. حاجیایی که در عرفات وقوف کرده بودن رو با چشمای خودم دیدم. به سرعت پیش مادرم رفتم و به اون گفتم منو در مسیر الهی قرار بده. اجازه بده تا به بغداد برم و در اونجا علم آموزی کنم. اولیا رو پیدا کنم و با اونها دیدار کنم. هر اون چه که بر من گذشته بود رو برای مادرم تعریف کردم و اون هم نشست به گریه کردن. بعد مادرم بلند شد و نصف 80 سکه طلایی که از پدرم به ارث مونده بود رو برای برادرم کنار گذاشت و نصفش رو به من داد. اون رو زیر لباسم طوری که دیده نشه دوخت و به من گفت که به راه علم برو، راهی سفر خودت شو، ولی اینو اصلا فراموش نکن. هر اتفاقی بیفته، هر چیزی که پیش بیاد، عادل و صادق باش و در هیچ قدم خودت از راه راست منحرف نشو، چون من دیگه تا روز قیامت تو رو نخواهم دید. و اونطوری که مادرم گفته بود هم شد. حضرت عبدالقادر گیلانی در دوران کودکی پدر خودش را از دست داده بود و یتیم شده بود. زیر سایه تربیت اسلامی مادر و پدر بزرگ خودش در دوران کودکی حافظ قرآن کریم شده بود. وقتی به بغداد رفت، پایه و اساس شخصی که قرار بود به اون تبدیل بشه در دوران کودکیش خودش رو نشون داده بود. او که به عشق علم به بغداد رفته بود، اتفاقی که براش افتاد رو چنین بیان میکنه. حضرت پیر عبدالقادر گیلانی در 11 سالگی گیلان رو ترک کرد، به سمت بغداد به راه افتاد و خودش خاطره این سفر رو برای طلبه‌هاش چنین تعریف کرده: بعد از بوسیدن دست مادرم و گرفتن دعای خیر اون، به قافله‌ای که در حال رفتن به بغداد بود پیوستم و راه افتادم. بعد از چند روز سفر، راهزنا جلوی قافله رو گرفتن و همه مال و دارایی اعضای کاروان از اونها گرفته شد. یکی از اون راهزنا به نزد من اومد و گفت: جوان، تو با خودت چی داری؟ منم گفتم که 40 تا سکه طلا دارم. منو مسخره کرد و رفت و چیزی از من نگرفت. احتمالاً به خاطر کم سن و سال بودنم احتمال نمیداد که این مقدار پول همراه خودم داشته باشم. راهزنا بعد از خالی کردن جیب همه افراد کاروان، نزد سردسته خودشون رفتن و همه اتفاق رو برای اون تعریف کردن و حرفای منو هم برای اون نقل کردن. سردسته راهزنا از سخن و حال من تعجب کرد و منو به نزد خودش فراخوند و گفت: چیزی از تو نگرفتن؟ منم گفتم که نه، چیزی از من نگرفتن. اون خواست از من پیشی بگیره، برای همین گفت: تو مگه چه چیزی داری؟ منم گفتم که 40 سکه طلا دارم که زیر لباسم دوخته شده. اونم گفت که لباست رو در بیار و به من بده. منم لباسم رو در آوردم و به اون دادم. قسمت زیر بغل رو شکافت و سکه های طلا رو در آورد و شمرد. وقتی دید راست گفتم، با حیرت به من گفت که: پس 40 سکه طلا داری و راست گفتی، در حالی که افراد من حرفای تو رو باور نکردن و حتی تو رو مسخره کردن و لباس تو رو نگشتن. اگه خودت نمیگفتی که توی لباست 40 سکه طلا پنهان کردی، منم سکه های تو رو نمیگرفتم و از کنار تو بی‌اعتنا رد میشدم. چرا نگفتی که هیچ چیزی به همراه نداری و حقیقت رو گفتی؟ منم گفتم که مادرم منو نصیحت داده و گفته که ای پسرم، هر کجا که باشی دروغ نگو. منم به او قول دادم که هیچ وقت و به هیچ طریقی دروغ نخواهم گفت. برای همین وقتی شما سوال کردید، منم حقیقت رو گفتم. نصیحت مادرم به من اونه که در مسیر و راهی که من خواهم رفت دروغ نمی گنجه. برای کسایی که قدم در مسیر حق میذارن، حقیقت و صداقت بزرگترین سرمایه است. حق تعالی جل جلاله حقیقت و صداقت رو دوست داره و دروغگویان رو دوست نداره. منم به همین خاطر نمیتونم که دروغ بگم و هر کجا که باشم و تو هر موقعیتی که باشم حقیقت رو میگم. سردسته راهزنا با دقت و عبرت به صورتم نگاه کرد.
بهم گفت که ای جوان، تو برای نجات دادن مال حلال از دست راهزنا دروغ نگفتی، ولی من تموم عمرم رو با دروغگویی و راهزنی گذروندم. احوال من چگونه خواهد شد؟ بعد از این سوال دستمو گرفت و قول داد که دیگه راهزنی نمیکنه و توبه کرد. 40 راهزنی که تحت امر او بودن هم یکی یکی بعد از سردسته خودشون اومدن و دستم رو گرفتن و قول دادن که دیگه راهزنی نکنن و دروغ نگن و توبه کردن. همه ی مال و پولی که از افراد قافله گرفته بودن رو به طور کامل به اونها پس دادن. همچنین 40 سکه طلای منو هم بهم پس دادن. من از اون روز تا به امروز به صداقت و راستی خودم پایبند. حضرت عبدالقادر گیلانی می گفت که اولین کسایی که به وسیله او توبه کردن همون دست راهزن بودن. او از سنین کودکی تاثیرگذاری روی قلب بقیه انسانها رو شروع کرد. وقتی به بغداد رفت در نزد عالمای مشهور اون زمان درس فرا گرفت و در زمینه حدیث، فقه و تصوف پیشرفت کرد. روزی تصمیم گرفت تا گوشه ی عزلت گزیده و تنها زندگی کنه. برای عمل به این تصمیم به مدت 25 سال یعنی مدت زمانی طولانی برای تزکیه نفس خود از لذات دنیوی شروع به گشتن در بیابونها کرد. حضرت عبدالقادر گیلانی که در خرابه های بغداد به تنهایی شروع به زندگی کرد، به لطف خداوند در این مدت به چنان مقام و تقوایی رسید که اسرار زیادی بر اون آشکار شد و کرامات زیادی که عقل آدمی از باور کردن اونها عاجزه از خودش نشوند. اون گفته که در دوران سختی آیات 5 و 6 سوره شرح، یعنی پس بی تردید با دشواری آسانیست، تمام بار سنگین رو از دوش اون بر می داشت. شیاطین شکل و ظاهر خودشون رو تغییر دادن و به طور دست جمعی به نزد اون اومدن و سعی در از راه به در کردن اون کردن. حضرت عبدالقادر گیلانی این حادثه رو از زبان خودش چنین بیان می کنه. روزی نوری در برابر چشمام ظاهر شد. این نور همه ی افق رو فرا گرفت. با خودم گفتم که این دیگه چیه که صدایی از اون نور اومد و گفت ای عبدالقادر، من پروردگار تو هستم. از اعمالی که تا به امروز انجام دادی به قدری راضی هستم که از این به بعد افعال حرام هم بر تو حلاله. همین که این صدا اومد من فهمیدم که صدای شیطانه. گفتم دور شو ای شیطان، نوری که نشون دادی برای من تاریکی مطلقه. به دنبال این شیطان گفت که به واسطه یه حکمت و فراستی که پروردگارت به تو احسان کرده باز از دست من نجات پیدا کردی، با این که من با این روش صدها نفر را از راه راست منحرف کردم. و بعد از این جمله دور شد. وقتی از عبدالقادر گیلانی پرسیدن که چطور این مکر شیطان رو فهمیدی، اون در جواب گفت که اگه قرار بود انسان به واسطه یه اعمال صالحی که انجام میده از افعال حرام معاف بشه، اول از همه این موضوع شامل حال رسول خدا میشد، در حالی که چنین امتیازی حتی به اون داده نشده. پس این امتیاز شامل حال هیچ کس دیگه‌ای هم نخواهد شد. او همه یه وقت خودش رو به مبارزه کردن با خواهشا و خواسته های نفس خودش و عبادت کردن گذرون. برای اون که خودش رو از عشق دنیوی رها کنه و بر خواسته های خودش غلبه کنه، هر راهی رو امتحان کرد. از هر بلندی برای به سختی انداختن نفسش بالا می رفت. گرسنه نمی موند و برای پیروزی بر نفس خودش هر کاری که از دستش برمی اومد رو انجام می داد. اون یه شب که خیلی خوابش می اومد، وقتی نفسش به اون گفت که کمی بخواب و بعد دوباره ادامه بده، با نفس خودش مبارزه کرد و با خودش عهد کرد نخوابه و قرآن کریم رو ختم کنه. حتی برای این که این رو برای نفس خودش سخت‌تر کنه، ختم قرآن رو روی یک پای ایستاده انجام داد. بعد از پیروز شدن حضرت عبدالقادر گیلانی در این نبرد، اسرار جدیدی بر اون آشکار شد. هر کاری که انجام میداد محض رضای خداوند متعال انجام میداد و در نتیجه این کار به واسطه اذن الهی همه خواستهای اون یکی پس از دیگری به واقعیت میپیوست. مثلا وقتی برگ درختی رو از شاخه جدا کرد، شاهد تبدیل شدن اون برگ به حلوا بود. اون میتونست که آب دریا رو به آب شیرین تبدیل کنه. در ابتدا از دیدن این کرامات خیلی خوشحال میشد. 17 سال به دور از انسانها در بیابانها زندگی کرد و وقتی با خود اندیشید که دیگه زمان بازگشت به بغداده، درست در انگام فرود به شهر با حضرت خضر مواجه شد و حضرت خضر اون رو متوقف کرد و با اون گفت خداوند عزوجل برای تو امری فرستاده، برای ورود به بغداد 7 سال دیگر باید منتظر بمانی. به دنبال این سخنان عبدالقادر گیلانی 7 سال دیگه هم در بیابانها زندگی کرد. اون در شبی سرد و بارانی به یک بار از غیب صدایی شنید که این صدا به او گفت
دیگه آزادی. عبدالقادر گیلانی در بغداد. عبدالقادر گیلانی عالمای زیادی رو تربیت کرده. روزی بالای منبر رفته بود و در حال صحبت کردم. در یک لحظه به پایین ترین پله منبر اومد و دستش رو روی سرش گذاشت و در حالت تواضع منتظر موند. از او علت این کارش رو پرسیدن، اون هم جواب داد که جدم محمد مصطفی علیه السلام اومد. من هم حیا کردم و منتظر اوامر ایشان موندم. بعد ایشان به من گفت برو و به مردم وعظ کن. من هم دوباره به بالای منبر رفتم. حضرت عبدالقادر گیلانی در هفته 3 بار وعظ میکرد، روزهای جمعه، دوشنبه و سه شنبه. به مدت 40 سال به این شکل عمل کرد و روزی افراد برجسته بغداد برای سوال پرسیدن به سراغ اون رفتن. در میان این افراد کسایی بودند که چشم دلشون باز بود و دیدن که از قلب حضرت عبدالقادر گیلانی نوری بیرون اومد و وارد قلب همه اونها شد. انسانهای حاضر در اونجا گفتن که چه اتفاقی برای شما افتاد؟ افراد برجسته گفتن که هنگام سوال پرسیدن از حضرت عبدالقادر گیلانی یک لحظه هرچه می دانستیم را فراموش کردیم. وقتی او دوباره ما را در آغوش گرفت، هر آنچه که از یاد برده بودیم رو دوباره به یاد آوردیم. طبق روایت احمد ابن حنبل در خواب خودش از حضرت عبدالقادر گیلانی خواسته بود تا مذهب حنبلی رو که در اون دوران در وضعیت ضعیفی بود قوی کنه. او هم حنبلی مذهب شده و با تمام توان خودش برای احیای این مذهب تلاش کرده بود. به همین خاطر به او لقب محی‌الدین یعنی احیا کننده دین هم داده شد. ولی او برخلاف حنبلی بودن برای مذهب شافعی و حنبلی فتوا داد و با فتوایی که داد فقیهان رو حیرت زده کرد. اون گفت که ما بر روی قلب مادی مان یک قلب معنوی هم داریم. همونطور که قلب مادی ما وظیفه خونرسانی به همه اعضای بدن رو داره، به همون ترتیب قلب معنوی ما به جوهر وجودی ما نور میرسونه. بر روی قلب ما انسان‌ها جایگاه و مقام اسرار وجود داره که حضرت عبدالقادر گیلانی صاحب اون جایگاه و مقام بود. او بر روی همه اولیا تصرف و قدرت داشت. در دوره‌ای زندگی می‌کرد که همه اولیا به او وصل بودند و بعد از وفاتش هم قطب بقیه قطب‌ها و اولیاهای بعد از خودش بود. در بعضی از روایات اومده که او صاحب کرامات بیشماری بوده. اونقدر کرامات آشکاری داره که حتی مسیحی‌ها هم درباره او چنین گفتن: ما دین اسلام را قبول نداریم ولی عبدالقادر گیلانی را هم رد نمی‌کنیم. روزی مادر عبدالقادر گیلانی برای اون تعریف کرد که روزی توی صحرا داشتم میرفتم که یک شخص بدوی و بیابان نشین به من حمله کرد. اون لحظه من فریاد زدم که ناگهان شاهین سفیدی توی آسمان پیدا شد. به اون شخص بدوی حمله و شروع به نوک زدن به اون کرد. شخص بدوی نتونست مقاومت کنه و پا به فرار گذاشت. اون پرنده شاهین پوششی که روی من بود رو برداشت و به سمت آسمان پرد. من هنوزم درباره اون پرنده در حیرت هستم. عبدالقادر گیلانی که با تعجب به حرفای مادرش گوش میداد، لبخند شیرینی به لب آورد و با آرامش از اونجا رفت و دوباره برگشت. بعد از مدتی همراه با سربندی در دستاش به نزد مادرش اومد و گفت: ای مادر، اینم سربندت. من در اون روز هنوز به دنیا نیومده بودم و در شکم تو بودم. ولی اون پرنده شاهین که دیدی من بودم. مادرش در برابر این تجلی نتونست که جلوی اشکای خودش رو بگیره و در برابر حق سجده شکر به جای آورد. تا اینجای داستان شاید خیلی غیر قابل باور به نظر برسه، ولی اگه خداوند بخواد هر چیزی ممکن میشه. روزی عبدالقادر گیلانی با خداوند عهد کرد که پروردگارا، تا تو به من غذا ندی من چیزی نخواهم خورد و تا تو به من نوشیدنی ندی چیزی نخواهم نوشید. او به مدت 40 روز لب به غذا نزد و در پایان روز 40 مردی مخفیانه به اتاق او رفت و همراه با خودش غذا داشت. در گوشه ای از اتاق نشست. عبدالقادر گیلانی علی‌رغم نفسش که در برابر اون غذا به وجد اومده بود گفت: قسم به پروردگاری که اختیار نفس من در دستای پرقدرت اونه، عهد شکنی نمی کنم. فریادی از درونش بلند شد که گرسنگی، گرسنگی. یکی از بزرگان تصوف از در اتاق وارد شد و گفت: این دیگه چه حالی عبدالقادر؟ فریادی که از درونت بلند شد رو شنیدم و اومدم اینجا که ببینم جریان چیه. عبدالقادر گیلانی به اون گفت که تو صدای رنج و استراب نفس منو شنیدی، ولی روح من در برابر جایگاه قدسی الهی تصمیم گرفته. این شخص به عبدالقادر گیلانی گفت: ای شمع مجلس عشق،
برخیز که برویم و بعد زیر بازوی حضرت عبدالقادر گیلانی رو گرفت و اونو به خونش برد. همونطوری که به یک کودک غذا میدن، لقمه ها رو یکی یکی در دهان عبدالقادر گیلانی قرار داد و بعد با دستای خودش خرقه راه معرفت رو تنون کرد. روز دیگه شخص ناشناسی در برابر اون ظاهر شد و به اون گفت که ای سید، آیا قصد صحبت داری؟ عبدالقادر گیلانی هم گفت آری دارم، ولی با من مخالفت نخواهی کرد. شخص ناشناس گفت که نمی کنم. بعد از مدتی اون شخص ناشناس غیبش زد. عبدالقادر گیلانی درست در همون مکان منتظر اومون و از اونجا اصلا تکون نخورد و شخص ناشناس در نهایت پیدا شد. مدتی صحبت کردم و اون شخص گفت که تا زمانی که من نیومدم از اینجا تکون نخورد. مرد ناشناس باز غیبش زد. سید عبدالقادر گیلانی درست در همون نقطه منتظر اون بود. اون شخص ناشناس مدتی بعد دوباره پیدا شد. این بار در دستش شیر و نان داشت. شمرده صحبت کرد و گفت من خضر هستم. برای غذا خوردن با تو اومدم. بعد از این دوباره به بغداد برو. در اونجا مسلمونا منتظر تو هستن. استاد بدیع‌الزمان سعید نورسی نقل کرده که در مدرسه شیخ عبدالقادر گیلانی طلبه فقیری بود. مادرش که میخواست با پسرش دیدار کنه به مدرسه میره و میبینه که فرزندش نون خالی و زیتون میخوره و در حال تربیت نفسشه. مادرش از این حال پسرش ناراحت میشه و از شیخ او یعنی عبدالقادر گیلانی درباره این موضوع سوال میکنه. به نزد عبدالقادر گیلانی میره و اون رو در حال خوردن مرغ سرخ شده میبینه. در یک لحظه با نگرانی مادرانه میگه که ای حضرت، این چه احوالیه؟ فرزند من در اونجا نون خشک و زیتون میخوره و تو در اینجا مرغ میخوری؟ عبدالقادر گیلانی به این ترتیب دست نگه میداره و در اون لحظه از صمیم قلب از خداوند طلب اذن و اجازه میکنه و به تکای مرغی که در حال خوردن اونها بوده میگه که قم به اذن الله، یعنی به اذن الهی زنده شد. اون تکه های مرغ به هم دیگه وصل شده و به شکل مرغی در میان. اون زن متوجه مسئله میشه و درس خودش رو یاد میگیره و متوجه میشه که شفقت ناپدرینه که اون طلبه با نفس خودش مبارزه میکنه و باید گفته های عبدالقادر گیلانی رو انجام بده تا از رنج و عذاب ابدی نجات پیدا کنه و حضرت عبدالقادر گیلانی به اون میگه که هر زمانی که روح پسرتو به جسمش، عقلش بر معدش و قلبش بر نفسش غلبه پیدا کنه و لذت رو برای شکر بخواد، میتونه که گوشت مرغ بخوره. مسئله بعدی احترام گذاشتن پادشاه جنیان به حضرت عبدالقادر گیلانیه. یکی از مریدان غوث‌الاعظم یکی از اجنه ها رو با زن به این که اون ماره میکشه. وقتی پدر جن کشته شده که پادشاه جنیان هم هست به سراغ اون مرید میره، به اون میگه که پادشاهت رو نمیشناسم، تو رو نابود میکنم، جسد پسرم اونجاست و حالا تو رو خواهم کشت. مریدی که مار رو کشته میگه که من مرید عبدالقادر گیلانی هستم. من از کجا بدونم که پسرت در قالب مار رفته بوده؟ پادشاه جنیان بعد از شنیدن این حرف مرید به اون میگه که ما عبدالقادر گیلانی رو محترم میشمونیم و به همین خاطر تو رو نمیکشیم. خداوند انسانها و جنیان رو میتونه تحت تصرف دوستان خودشون در بیاره. همونطور که در قرآنی که فرشتگان اون رو تدبیر میکنن گفته شده، سوگند به فرشتگانی که تدبیر میکنند، پس نباید هنگامی که این توانایی به اولیایی که والا مقامتر از این فرشتگان هستن داده شد، این موضوع عجیب به نظر بیاد. روزی غوث‌الاعظم به روی پشت بوم نشسته بود که به یک بار بلند شد و به طرف بوی خوبی که از سمت بخارا می اومد رفت. فرمود که 157 سال بعد از وفات من از این طرف شخصی ظهور خواهد کرد. از اونجایی که بر روی قلب او ذکر خداوند نقش بسته، اسم او نقش بند خواهد بود. نعمتهایی که مخصوص من نصیب او هم خواهد شد. او ولی بسیار بزرگی خواهد شد و زمانی که آمد خود را به او پیوند بزنید. بعد جبه ای آماده کرد و گفت این جبه بعد از من مال شخصی به نام نقش بنده که بعد از من خواهد اومد. این جبه رو نزد شما به امانت میذارم تا اون رو به دست او برسانید. همه ی گفته های غوث‌الاعظم به حقیقت تبدیل شد. حضرت نقشبند وقتی به سفر حج رفته بود، مسیر سفرش از بخارا به بغداد. وقتی که به بغداد رسید به او جبه امانتی رو دادن. بعد به زیارت قبر شریف غوث‌الاعظم رفت، مدیحه‌ای در باب ستایش غوث‌الاعظم سرود و طبق نظر اهل سنت هر آن چیزی که به پیامبران به عنوان معجزه داده شده در یک ولی نیز به عنوان کرامت ظهور میکنه. کرامت سفر در زمان.
در زمان حضرت عبدالقادر گیلانی مردی از اهل علم وجود داشت که منکر سلطان بودن شیخ عبدالقادر گیلانی بود. حتی بعضی اوقات درباره شیخ بد و بیرا هم میگفت. یه روز جمعه به مسجدی که شیخ حضور داشت رفت و اونجا نشست. هدفش صحبت با شیخ و دست انداختن و آزار و اذیت شیخ بود. کمی بعد حضرت شیخ هم به اون مسجد اومد. اون مرد رو به حضرت شیخ کرد و گفت: ای شیخ، کسانی که مرشد هستند زمان را تابع خود می کنند و آن را می گردانند و به امر آنها کارهایی که انجامشان طی چندین سال ممکن نیست انجام می شه. آیا این امر صحیحه؟ عبدالقادر گیلانی به او چنین جواب داد: خداوند متعال به دراویش چنان قدرتی می ده که کاری را که انجام اون توی 15 سال ممکنه در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می دن. این شخص منکر اعتراض می کنه که من باور ندارم که شما بتونید زمان رو بگردونید و اون رو تابع خودتون کنید و کاری که انجام اون در عرض 10-15 سال ممکنه رو بتونید در عرض یک روز و یا در عرض یک ساعت انجام بدید. فقط خداوند متعال قادر به انجام این کاره. حضرت شیخ تبسم کرده و میگه: بندگانی هستند که خداوند متعال به اونها قدرت تصرف زیادی داده که هر کاری که بخوان انجام میدن. هیچ چیزی نمیتونه که مانع اونها بشه. زمان نماز جمعه فرا رسیده بود. برای حضرت شیخ سجاده میارن. عبدالقادر گیلانی بلند میشه و اشاره میکنه تا اون سجاده رو به دست اون شخص منکر بدن. به اون میگن که لطفا این رو شما ببرید. منکر سجاده رو گرفته و بر روی شونه خودش میندازه و همگی برای رفتن به مسجد با همدیگه راه میفتن. در راه به آبنمایی رسیدن. منکر خواست وضوئی تازه کنه و شروع به وضو گرفتن در آبنما کرد، ولی همین که دستاش رو به آب زد خودش رو در یک بازار و در مقابل دکان یک قفلساز پیدا کرد. مدتی کار کردن قفلساز رو تماشا کرد. به نظرش قفلساز استادانه قفلهای زیبایی ساخته بود. غبطه خورد و به داخل دکان رفت و به قفلساز گفت: آیا این هنر رو به من هم یاد میدید؟ قفلساز جواب داد که: میبینم که تو یک شخص دانشمند هستی، این هنر به چه درد تو میخوره؟ منکر گفت که آموختن و کار کردن در حیطه این هنر رو من دوست دارم. با زور بازو نون حلال به دست میارم و با علم و عمل نشست و برخاست میکنم. قفلساز اون رو به عنوان شاگرد قبول کرد و به مدت 3-4 سال در اون دکان کار کرد. 4 سال دیگه هم زیر دست قفلساز کار کرد و دیگه این هنر رو یاد گرفت. ولی وقتی استادش فوت کرد مجبور شد با زن بیوه اون ازدواج کنه و با گذشت زمان صاحب 2 فرزند پسر شد. یک روز صبح دوباره به دکان خودش رفت و در عین شروع به کار و زمانی که داشت یک تکه آهن رو داخل کوره فرو می‌برد، در یک لحظه خودش رو در کنار آبنما و در حال وضو گرفتن یافت. وقتی دید خودش در کنار آبنما در حال وضو گرفتن و سجاده شیخ هم همونطور که از درخت آویزون کرده بود سر جاش بود، حیرت کرد و نتونست معنا و مفهومی به این موضوع بده. به سرعت وضو گرفت و سجاده رو روی دوشش گذاشت و به دنبال شیخ و بقیه دوید و به اونها که در حال داخل شدن از در مسجد بودن رسید. قبل از شیخ وارد مسجد شد و سجاده رو جلوی شیخ بند کرد. قصد عقب رفتن داشت که حضرت شیخ اون رو مرخص نکرد و به نزد خودش فراخوند. با هم دیگه 2 رکعت نماز به جای آوردن و حضرت عبدالقادر گیلانی برگشت و از اون پرسید: آیا هنوز هم انکار میکنی؟ دانشمند با عافیت جواب داد که سلطانم، انگام وضو گرفتن از شما جدا شدم و بقیه جریان رو تعریف میکنه. بعد از تعریف کردن میگه که نمیدونم این دیگه چه حالیه، خیاله یا رویا، ولی من راستش قلبم پیش اون خاتون و فرزندام جا موند. حضرت شیخ دوباره پرسید: آیا میدانی چند سال از این اتفاق میگذره؟ او هم جواب داد که فکر کنم بیشتر از 10 سال. حضرت شیخ گفت که آیا هنوزم میتونی در زمینه ی هنر قفل سازی که یاد گرفتی فعالیت کنی؟ منکر گفت که دستام شاهد هستن، البته که میتونم. به دنبال اون حضرت شیخ به اون گفت که خوب بدون که این موضوع نه خیاله و نه رویا، این موضوع واقعا اتفاق افتاده. همگی با هم نماز جمعه رو به پا داشتند و بعد از خروج از مسجد زن و فرزندای دانشمند رو به نزد او آوردند. دانشمند منکر ایمان آورد و دست حضرت شیخ رو گرفت و توبه کرد و تا روز مرگ هم در محضر شیخ خدمت کرد. روایت بعدی در مورد حضور حضرت عبدالقادر گیلانی در چندین مکان همزمان بود. یک بار ماه رمضان بود و چند جا حضرت گیلانی رو برای افطار دعوت کرده بودند. دست هیچ کس رو رد نکرد و دعوت همه رو قبول کرد. ولی چطور قرار بود که به خونه همه بره؟ روز تموم شد و مدتی نگذشته بود که خبری در شهر پخش شد.
همه به خدمتکار خونه حضرت عبدالقادر گیلانی گفتن که او افطار رو در خونه اونها بوده. خدمتکار نمیتونست که این گفته ها رو درک کنه، چون که اون شب عبدالقادر گیلانی برای افطار در خونه خودش حضور داشت. ولی گفته ها خلاف این موضوع بودن. اون شب حضرت عبدالقادر گیلانی همزمان در چندین خانه در مهمانی افطار شرکت کرده بود. عبدالقادر گیلانی که به خوبی میدونست چنین مواقعی با رضای خدا اتفاق میفته، حتی الامکان از نشون دادن معجزات و حالات برتر پرهیز میکرد. کرامات فقط برای خیر و حکمت نشون داده میشن. اون میگفت که کسی که کرامت خودش رو پنهان نکنه عاشق دنیاست. اگه جناب حق بخواد، در داخل زمان زمان خلق میکنه و در داخل مکان هم مکان خلق میکنه. مبادا یادمون بره که جناب حق فقط برای بندگانی که به اونها علاقه بسیار داره خلاف عادت خودش عمل میکنه. طبق نظر عالمای اسلامی، هر آن چیزی که برای پیامبران معجزه به شمار میره، برای اولیا هم ممکن و جایزه که به صورت کرامت ظهور کنه. حالا بریم سراغ نوشته های دینی و نصایح حضرت عبدالقادر گیلانی. مردی برده ای رو خریده بود. برده صاحب تقوا و مؤمن و آدم صالحی بود. وقتی صاحبشون رو خرید و به خونش برد، در بینشون این گفتگو صورت گرفت. صاحب گفت که دلت میخواد در خونه من چه چیزایی بخوری؟ برده گفت هر چیزی که بدی میخورم. صاحب پرسید دلت میخواد چه پیراهنی بپوشی؟ برده گفت هر اون چرا که تو به من بدی من میپوشم. صاحب پرسید دلت میخواد در کدوم اتاق خونم بمونی؟ برده گفت که هر اتاقی که شما بخواید. صاحب گفت دلت میخواد کدوم کارهای خونم رو انجام بدی؟ برده گفت هر کاری که شما بخواهید رو من انجام میدم. بعد از این جواب آخر، صاحب تا مدتی در فکر فرو رفت و در حالی که اشک‌های جاری شده از چشماش رو پاک میکرد چنین گفت: ای کاش من هم در برابر پروردگاری که بنده او هستم میتونستم اینقدر تسلیم باشم. اون زمان چقدر خوشبخت میشدم. در این بین برده گفت که ای صاحب من، آیا مگه برده در برابر صاحب خودش دارای اراده و اختیاره؟ به دنبال این صاحب گفت که تو رو آزاد میکنم و به خاطر خدا حر رو آزاد هستی، ولی دلم میخواد که پیش من بمونی تا اینکه با جان و مالم با تو خدمت کنم، چون تو به من در باب بندگی درس بزرگی دادی. حضرت عبدالقادر گیلانی درباره پیشینه این قصه میگه که کسی که خداوند رو به حق میشناسه با عشق واقعی در برابر اون تسلیم میشه. اگر به حالی که خداوند برای اون تعیین کرده راضی باشه، در اون شخص اراده و اختیاری باقی نمیمونه. اون دیگه فقط میگه که طلب کردن چیزی بجز مراد خداوند از خداوند به چه کار من میاد. طبق روایات، راهزنا به کاروان تجاری حضرت عبدالقادر گیلانی حمله کرده بودن. این موضوع رو به اطلاع ایشون رسوندن. او بعد از مدتی سکوت کردن الحمدلله گفت. مدت کوتاهی گذشته بود که خبر دیگه ای آورد. سرورم، کاروان شما از دست راهزنان نجات پیدا کرده و هیچ ضرری هم متحمل نشد. حضرت گیلانی باز مدتی در مراقبه فرو رفت و دوباره گفت الحمدلله. اطرافیا از این وضعیت تعجب کردن و با حیرت گفتن سرورم، وقتی خبر حمله راهزنا به کاروان شما رسید الحمدلله گفتید، بعد وقتی دوباره خبر نجات کاروان رسید باز الحمدلله گفتید و شکر کردید. ما حکمت اینو نفهمیدیم. حضرت عبدالقادر گیلانی با تبسم این جواب رو داد: وقتی شنیدم که راهزنا کاروان رو غصب کردن، به قلب خود رجوع کردم که آیا حزن و اندوهی وجود داره؟ یعنی به قلب خودم که نظرگاه الهیه رجوع کردم تا ببینم عشق به دنیا در اون نفوذ کرده یا نه. وقتی دیدم هیچ گونه حزن و اندوهی در وجودم نیست، با اطمینان از اینکه عشق به خدا در قلبم به خاطر عشق به دنیا خدشه‌دار نشده، خدا رو به خاطر این وضع شکر کردم. بعد وقتی خبر نجات کاروانم اومد، به همون شکل عمل کردم و این بار نظاره کردم که آیا در قلبم هیچ عشق و علاقه به مال دنیا وجود داره یا نه. وقتی دیدم چنین خطری وجود نداره، باز خداوند رو شکر گفتم. روزی یک شخص غیر مسلمان به نزد حضرت عبدالقادر گیلانی رفت. حضرت عبدالقادر گیلانی بسیار آراسته لباس می پوشید. خفتانی که بر تن او بود بر تن هیچ کسی پیدا نمی شد. از نظر تمکن مالی هم شخصی بسیار دارا بود. اون شخص غیر مسلمان به اون گفت هم از اسلام میگی و هم لباس آراسته به تن داری؟ در خفتان تو کرک وجود داره. این دیگه چه حالیه؟
در یک لحظه خداوند به اون شخص هیبت عبدالقادر گیلانی رو نشون داد. اون شخص شروع به لرزیدن کرد. حضرت عبدالقادر گیلانی طرف راست خفتان خودش رو کنار زد و در اونجا بهشت دیده شد. سمت چپ خفتان خودش رو باز کرد و در اونجا جهنم دیده شد. اون شخص شهادتین رو گفت و مسلمان شد. در یک حدیث شریف گفته شده که رسول خدا فرموده خداوند می‌خواهد بر روی ظاهر بنده خود نعمت خود را ببیند. روزی یک شخص مسیحی با شخصی مسلمان نزاع می‌کرد. حضرت عبدالقادر گیلانی فرمود برای چه نزاع می‌کنید؟ شخص مسلمان گفت که این فرد مسیحی میگه که پیامبر ما از پیامبر شما برتره. منم میگم که نه، پیامبر ما از پیامبر شما برترتره. حضرت عبدالقادر گیلانی به اون شخص مسیحی گفت دلیل این حرفت چیه؟ شخص مسیحی گفت پیامبر ما میتونه که مرده ها رو زنده کنه. حضرت عبدالقادر گیلانی گفت که من هم به اذن خدا میتونم که مرده ها رو زنده کنم. آیا میپذیری که پیامبر ما برتر از پیامبر شماست؟ شخص مسیحی میگه که آری، میپذیرم اگه این کارو انجام. بر سر قبری میرن. حضرت عبدالقادر گیلانی از احوالات شخص خوابیده در اون گور خبر میده. بعد حضرت عبدالقادر گیلانی به درگاه خداوند دعا میکنه و اون شخص مرده واقعا از گور خودش بلند میشه و از احوالات خودش خبر میده. اون میگه که پیامبر اسلام خاتم پیامبرانه. اگه خداوند بخواد برای هدایت بندش هر کاری میتونه که بکنه. خداوند هم زنده میکنه و هم میمیره. مرد جوانی اهل بغداد به نزد حضرت عبدالقادر گیلانی اومد و به اون گفت در خواب پدرم رو دیدم، در رنج و عذاب بود. به من گفت پیش حضرت عبدالقادر گیلانی برو و از او بخواد دعا کنه. اگه او دعا کنه خداوند منو از این عذاب نجات خواهد داد. عبدالقادر گیلانی هیچی نگفت. روز بعد اون شخص جوان دوباره اومد و گفت خدا از شما راضی باشه، دیشب دوباره پدرم رو در خواب دیدم، در جای سرسبزی بود، خوشحال بود و عذابش تمام شده بود، خداوند دعای شما رو قبول کرد. دوباره روزی شخصی مست از حضرت عبدالقادر گیلانی پرسید آیا خداوند قدیر و تواناست؟ حضرت عبدالقادر گیلانی لبخند زنان گفت آری، خداوند قدیره. اون شخص دوباره پرسید آیا خداوند قدیره؟ حضرت عبدالقادر گیلانی دوباره لبخند زد و گفت خداوند قدیره. شخص مست دوباره پرسید آیا خداوند قدیره؟ این بار حضرت عبدالقادر گیلانی در حالی که میگفت خداوند قدیره 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 به سجده افتاد و شروع به گریه کردن کرد. بعد طلبه‌هاش درباره این موضوع از ایشون سوال کردند. او هم به این ترتیب جواب داد. شخص مست اولین بار به این قصد از من سوال خداوند قدیر است رو کرد که بگه آیا خداوند تا اون حد قدیر هست که اون رو ببخشه یا نه. منم گفتم که خداوند قدیر و تواناست. در دومین بار قصد او از این سوال این بود که آیا خداوند به قدری قدیر و توانا هست که اون رو به مقام من برسونه. من هم گفتم که خداوند قدیر و تواناست. ولی بار سوم قصد او از این سوال این بود که آیا خداوند به قدری قدیر و توانا هست که من رو به وضعیت اون دوچار کنه؟ من هم گفتم که آری، خداوند قادره و این باعث گریه من شد. گفتنده غوث الاعظم، تو نفس خودت رو به مشقت و سختی عادت داده ای. در قیام دائم بودن رو برای خودت تبدیل به عادت کرده ای. علت این امر چیه؟ حضرت عبدالقادر گیلانی جواب داد ای پروردگار من، تو همه چیز را میدانی و همه ی حاجات را اجابت میکنی. چه چیزی بر ذات الهی تو معلوم نیست؟ هر چیزی بر آن معلوم است. همه ی عالم پر از عاشقان و دلدادگان توست. در چنین عالمی من چگونه دراز کشیده و بخوابم؟ خداوند بلند مرتبه درست در همانجا ندایی میده ای غوث الاعظم، پای مرا بر روی شانه های اولیای من قرار بده. به همین سببه که بزرگای دین و قهرمانای تصوف شیخ عبدالقادر گیلانی رو تاج سر خودشون میدونستن. روزی شیخ در حال وعظ دادم، در همون حال بادی شدید شروع به وزیدن کرد. چند تا پرنده هم بالای جلسه وعظ در حال پرواز بودن. بعضی ها با دیدن این وضعیت تعجب کردن و صداشون رو بلند کردن. وقتی صداشون رو بلند کردن در جلسه وعظ همهمه‌ای به پا شد. ولی در اون بین عبدالقادر گیلانی وعظ داد. حضرت عبدالقادر گیلانی در اون لحظه سرش رو بالا گرفت و گفت ای باد، به اذن الهی سر پرندگان رو از بدنشون جدا کن. بعد از اون پرندگان دیگه نتونستن که پرواز کنن چون سرهاشون از بدنشون جدا شده بود.
شیخ از منبر و از پایین رفت و با دستای مبارک خودش سر و بدن پرنده ها رو به هم نزدیک کرد و دستش رو روی اون گذاشت و بسم الله الرحمن الرحیم گفت و در اون لحظه پرنده ها دوباره زنده شدند و پرزنان به سمت عمق آسمان پرواز کردند. این کرامات حاصل عشق بی پایان به خداوند و ارادت به پیامبر اکرم بود. غوث الاعظم عبدالقادر گیلانی و شاه گیلان در یک اثر منظوم خود که در اون خبر از غیب داده درباره بدیع الزمان و طلبه هاش که 800 سال بعد از اون اومدن به شکلی آشکار به اسم او اشاره کرده. در بخشهایی از صفحه 562 جلد اول اثری به نام مجموعات الاحزاب اطلاعات مرتبطی وجود. بعضی از این اشارات عبارتند از 1. با دادن اسم سعید به او به وضوح بیان شده و اعلام شده که او با عزت و خوشبختی امرار معاش خواهد کرد. بدیع‌الزمان از دوران کودکی زیر منت کسی نبود و از غذای عموی خودش نخورد و با اینکه در مکتب‌های شرق سنت بوده مردم احتیاجات طلبه ها رو برطرف کنند، ولی بدیع‌الزمان این امر رو قبول نکرده و طلبه های خودش رو هم از این امر منع کرد. دومین مورد عبارت غوث یا عبدالقادر زمانباش به سال 1326 یا 1908 برمیگرده که نشون میده یکی از شاگردای شیخ در اون تاریخ از حقایق قرآن دفاع میکنه و بیان میکنه که بدیع‌الزمان به مبارزه روحانی خواهد پرداخت. سومین مورد اشاره به اسامی سعید و بدیع‌الزمان. چهارمین مورد غوث شاگرد خودش رو با عبارت نترس سخنانت رو بگو خطاب کرد و اظهار داشت که او به شرق و غرب خواهد رفت و با فتنه های زیادی مواجه خواهد شد و از همه آنها در امان خواهد ماند. پنجمین مورد بدیع‌الزمان از سنین 8-9 سالگی علی‌رغم نقش داشتن اطرافیان خودش با غوث ارتباط برقرار کرده و حتی در انگام گم کردن چیزی وقتی میگفت ای شیخ این چیز مرا بیاب برای تو یک فاتحه خواهم خواند، غوث بلا فاصله به یاری او میشتافت. بدیع‌الزمان در اثر خودش به نام سکه تصدیق غیب این جملات رو آورد: در سرگذشت زندگی من وقایع بی نظیری وجود دارد که بیشتر آنها را همچون راز نگه داشتم. چون خودم را به هیچ وجه لایق کرامت نمی دیدم، به همین خاطر بعضی اوقات این کرامات را امری تصادفی و یا به چیزهای دیگری نسبت می دادم. حال می فهمم که آن اعمال خارق‌العاده یک سلسله از کرامات غوث الاعظم را تشکیل می دادم. گویا با دعای او، با حمایت او، در معرض کرامات او و نوعی اکرام که عنایت الهی بوده قرار گرفتم. در زندگی بدیع‌الزمان شاه غوث جایگاه ویژه‌ای بدیع‌الزمان در تیلو، مکانی که در ترکیه بود، به توصیه حضرت عبدالقادر گیلانی به نزد رئیس عشیرت میران مصطفی پاشا رفت و اون رو به هدایت دعوت کرد و به او گفت یا ظلم رو ترک کنه و نمازش رو بخونه و یا اینکه اون رو خواهد کشت. ششمین مورد باز وقتی بدیع‌الزمان عضوی از دارالحکمت اسلامی بود، اثر غوث به نام فتوح الغیب رو خوند. در این کتاب غوث هشدار میده که کسی که بیماره و درمانی برای بیماری خودش پیدا نمیشه، نمیتونه درمانی برای جستجوهای شخص دیگه‌ای باشه. بدیع‌الزمان با قبول شیخ به عنوان طبیب اثر اون رو خوند و مستفیض شد. غوث الاعظم با اخباری که فراتر از قرنها داده نشون میده که هم با بدیع‌الزمان و هم با رساله نور ارتباط داره. اینکه استاد بدیع‌الزمان و شاگرداش به لطف خداوند علی‌رغم همه آزار و اذیت و فشار و شکنجه و زندان اهل زندیق موفق شدند، مؤید کرامات حضرت علی و غوث اعظم در مورد رساله نور و نویسنده اون، یعنی حضرت بدیع‌الزمانه. یکی از مهمترین ویژگی‌ها و یا مهمترین ویژگی غوث اینه که اون بدون مرجع قرار دادن کسی به طور مستقیم از قرآن کریم درس گرفته. در قرن ما افراد بسیار کمی به محبت الهی به نام فردیت دست یافتند. رساله نور که تفسیر اعجاز قرآن کریمه و نویسنده اون به فردیت دست یافتند. در نتیجه کرامت غوثیه به انوار اشاره شده و مژده به توفیق خدمت او داده شده. مژده‌ای که در قصیده غوث الاعظم در سال 1345، یعنی در سال 1926 داده شده، یعنی با نوری که از قرآن میاد مردم از ظلمات
به روشنایی برده میشن. هم از نظر حروف ابجد و هم توی معنا کاملا با رساله نور که در این تاریخ شروع به انتشار و روشنفکری فوق‌العاده کرده همخوانی داره. این همخوانی در کنار اشاره به رساله نور همچنین مقبولیت اثر و خدمات ارائه شده با اون رو نشون میده. حالا بریم دعای غوث الاعظم قطب ربانی حضرت عبدالقادر گیلانی رو براتون بگم. پروردگارا ما را به خود بازگردان، ما را در درگاه خود نگردان. پروردگارا ما را برای تو، در تو و با تو همراه کن. ما را با خدمت به خود سعادتمند بگردان. دادن و گرفتمان برای تو باشد. ما را از اینکه مکانی برای محبت غیر تو باشیم تمیز بگردان. جاهایی را که ما را از آنها منع کرده ای به ما نشان مده. در جاهایی که امر کردی ما را در خودمان گم نکن. ظاهر ما را از نافرمانی خود و گناه و باطن ما را هم از شرک حفظ کن. ما را از دست نفس های ما نجات ده و به وصال خود برسان. همه افعال و حرکات ما فقط برای تو باشد. تنها به تو اعتماد کنیم و تنها به تو تکیه کنیم. به غیر تو اصلا اعتماد و تکیه نکنیم. ما را از مصیبت غافل شدن از تو بیدار کن. به ما لباس اطاعت، عبادت و مناجات خود را بپوشان. ذوق نزدیکی به خودت را به قلبها و وجود من بچشان. همانطور که در بین زمین و ماه فاصله گذاشتی، بین ما و گناهان نیز فاصله و جدایی بینداز. ما را از گناهان دور کن. همانطور که سفیدی و سیاهی چشم را به یکدیگر نزدیک کردی، به همان ترتیب ما را به بندگی و اطاعت خود نزدیک کن. بین ما و گناهان فاصله بینداز، همان گونه که بین یوسف و زلیخا در امر معصیت و نافرمانی از خودت فاصله ایجاد کردی. پروردگارا ما را از خواب غفلت بیدار کن. ما را از خودمان بهره‌مند ساز. ما را فقط به خودت مشغول ساز تا نفسهایمان اصلاح شود. به نفسهایمان راهی که به تو ختم می شود را نشان ده. باقی مانده ی عمرمان را در راه مشغولیت به تو سپری کنیم. آمین یا رب العالمین. حالا بریم سراغ نصایح غوث الاعظم. یکیش اینه: از بین رفتن دین شما 4 دلیل داره. 1. به اون چه میدونید عمل نمی کنید. 2. به اون چه نمیدونید عمل می کنید. 3. اون چه رو که نمیدونید یاد نمی گیرید و جاهل باقی میمونید. و 4. مانع اون میشید که بقیه ی انسان ها اون چی رو که نمیدونن یاد بگیرن. دومین نصیحت عبدالقادر گیلانی اینه که ای پسرم، دوستی با انسانهای غافل تو را در دوستی با افراد صالح دچار سوء ظن میکنه. اگه همیشه با افراد غافل نشست و برخاست کنی، افراد صالح هم گمان میکنن که تو هم انسان بدی هستی. همچنین تو هم ممکنه که تحت تأثیر افراد غافلی که با اونها رفاقت میکنی درباره افراد صالح و با خیر فکرهای بدی بکنی. بر این مبنا با افراد شر نشست و برخاست نکن. سومین مورد، وقتی شخصی اساس دین رو با زندگی خودش تطبیق نده ولی ادعا کنه که در قلبش نور حکمت وجود داره، اون شخص دروغگوی بیش نیست. چون باید دونست هر حالی که دین و شریعت بر اون شاهد و گواهانیست الحاد و زندیقیه. اول با نفس خود مشغول شو. به نفس خود فایده برسون و نفس خودت رو درست کن. بعد با دیگران مشغول شو. مانند شخصی نباش که در راه روشنایی بخشی به دیگران خودت رو ذوب و تموم کنی. ای شخص ثروتمند، خداوند رو فراموش نکن و دائم با ثروت مادی خودت مشغول نشو، چون ممکنه روزی فرا برسه که تو فقیر بشی. ای پسر، خداوند تو رو گرفتار بعضی از بلایا میکنه که علتش اینه. آیا به علتها تکیه کرده و در اون رو ترک خواهی کرد یا اینکه به در او خواهی چسبید؟ آیا به ظاهر تکیه خواهی کرد یا به باطن؟ آیا به آنچه ادراک می شود اعتماد خواهی کرد یا به آنچه ادراک نمی شود؟ آیا به سوی آن چیزی که قابل رؤیت است هدایت خواهی شد و یا به سوی آنچه که قابل رؤیت نیست؟ آیا معرفت، هنر و موفقیت هایی که به تو داده شده رو متعلق به نفس خودت خواهی دونست یا متعلق به حق تعالی؟ اینا بودن نصیحت هایی که به نظرم توی زندگی خیلی به دردمون می خوره. اما الان بریم سراغ وفات حضرت عبدالقادر گیلانی. حضرت عبدالقادر گیلانی وقتی با آخرین دقایق عمر 90 سالگی خودش که تمام اون رو در راه خداوند سپری کرده بود رسید، بیماری سختی تمام بدنش رو فرا گرفت.
وقتی از اون درباره بیماریش پرسیدن گفت که بیماری مرا نه یک جن، نه یک انسان و نه یک فرشته هیچ کس نمیتواند بفهمد. وقتی پسرش عبدالجبار از اون پرسید که کجای بدنش درد میکنه گفت که همه جای بدنم به جز قلبم درد میکنه. اونجا درد وجود نداره چون قلبم با خداوند همراست. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. ممنونم که همراه کانال ایسا تیوی هستید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند پاک میسپارم.